چنین شتابان، به کجا چنین شتابان؟ شوکو خانم، کجا منصور جان؟ چیه؟ بابا تمام سر شکلت خاکی، چرا اینجور نتکن؟ بابا دارم میتکنم دیگه. ای بابا آخه ما این خاک و سر وضع کسی میاد تو خونه؟ بابا اینقدر گیر نده، برو یه دونه هندوانه بیار، میخوام ببرم برای کارگرام. کارگرات؟ منظورم کارگرامون دیگه، برو تو همینجا وایسا، وایسا اینجا. خیلی خوب. تکون نخوری منصور، نتکن تو رو خدا خودتو. وایسا تا من برم بیارم. وایسا یه دقیقه همونجا. نتکن خودتو. میگم شوکود، این دیوار آشپزخونه رو دیدی کشیدی؟ خب. دیدی؟ خب. دیدم آره. همین دیگه داری این آشپزخونه رو درست میکنی. دست درد نکنه منصور، میگم که بگو فقط اوپن باشه ها. بر ندارن چیز کنن ها. اوپن؟ آره. خیلی خوب باشه، اوپنش. وایسا. کیه؟ این دامادای شما هم که نمیان حال ما رو بپرسن. همه بدبختی به روی سر من. صبر کن منصور جان. یواش برو خواب، بخل نکنی ها. چیه؟ چی میخوای؟ چه میخوام؟ چی کار میکنی؟ ما داریم پایین کار میکنیم. مثلا نداریم، سیمان به ته کشیدم. خیلی خوب، برو به کارت برس، من الان زنگ میزنم برای سیمان میارم. وقتی مساله نداریم به چه کار بکنم؟ من چه کار بکنم اینجا؟ عجب زبون نفهمی ها. برو بس جارو بردار، این رارو رو جارو بزن تا من بیام پایین کاراتو ردیف کنم. من کارگر ساختمانم. من کارگر ساختمانم. من مثل نظافت چیم؟ من چه کار بکنم اینجا؟ من چه جارو بزنم؟ خیلی خوب، برو پایین برای دندونه میارم. خیلی خوب، خیلی خوب. این چه طرز صحبت کرده؟ سلام 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 پسرم، خسته نباشید. شما خسته نباشید، درمنده نباشید. شما چرا خاکی شدید؟ چیزی میخوای پسرم؟ چیزی نمیخوایم، سلامتی شما را میخواستم. گفتم یک دستمالی جاروی چیزی اگر باشد این پلاها را گند برداشته ما یک جاروی بزنیم نظافت. دست درد نکن، نمیخواد زحمت بکشی. بیا تو، دارم هندوانه قاچ میکنم. بیا بعد بر دوستات بیا. بیا مادر، زحمت نبوده. خدا مرگمه، چرا اونجا میشینی شما؟ چرا به اجداد و ننتم اصرار نکنید؟ من همینجا راحت به سر میکنم. لباسانم کثیف است، بر مبلمان نشینم و کثافت نکشم. آخه اونجوری پات درد میگیره رو زمین نشستی. پاشو رو مبل بشین. راحتم من اینجا. یاد بگیر لباسش کثیفه، میگه نمیرم رو مبل بچینم. اون وقت تو با این سر و شکل میای میخوای همه جامم اینجا بپلکی. شما الان اینجا راحتی؟ ببینم اسمت چیه؟ نظر شنبه. آخه یاد وحیدم میفتم. شما خود را به زحمت نندازین، از شما به ما رسیده. نه بابا چه زحمتی، آقا چه زحمتی، شما سرور ما هستین. کرشی مایی خانم، شرفیه داری میزنی؟ سرور مایی چیه؟ منصور دیگه به اینم حسادت میکنی؟ حرفا چی میزنی آخه؟ ای حسادت چیه؟ چی داری میگی؟ الان برات هندوانه میارم بخوری، گلوتو تازه بکنی. بیا پسرم، تازه بی زحمتی شما نبوده، بخور بذار گلو تازه بشه. متشکر. نوش جونت. شرمنده کردین مادر جان. باور بفرمایید دیشب اون اشکانتون را که دیدم ملتفت شدم که این اشکان اشکان یک مادر دل سوخته است. آخه اون صدای قشنگ شما بود که این اشکای منو درآورده بود. منم یه خودم چی دلم گرفته بود. ای باور بفرمایید ما از دار دنیا که هیچ چه نداریم الا این صدای نمور، اون هم تقدیم شما. خدا بهت ببخشه اون صدای قشنگ تو. خانم اینا چی داری میگی به این؟ چی دارم میگم؟ بابا جان کارگره، احترامش واجبه. خانم جلوی این با من اینجوری صحبت نکن، من میخوام با اینا کار بکنم، بعد حرفمونو گوش نمیکنن ها. خب کار بکنم، اگه من دارم چی کار میکنم؟ بیاین این دونه رو بردار 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 شما. چی کار میکنه آقا شنبه؟ هیچ یه مقدار اینجا ظرفان کثیف است، ما عادت ندارم ظرف کثیف رو زمین بماند، میکروب زاید. بای دست نکنی، شما خسته این، ولش کنی، نه خودم میشونم. دست شما درد نکنه، خودم میشونم. اختیار دارید، ما که نمکگیر شما هم شدیم. نه نکن آقا شنبه، دست درد نکنه، خیلی ممنون. وظیفه من است. باور فرمایید در افغانستان زمانی که دختر
میخواهد به خانه وقت برد. پسر کمی آید به خواستگاری از دختر، همون اولی کار 10 میلیون پسه به خانواده دختر میدهد. اینجا چی؟ داماد خجالت نمیکشد؟ یک مشت داماد مفور، یک مشت دامادی فختر، یک مشت داماد چونگوز. چونگوز چیه؟ این سوزکان هستن یک چیزایی را حمل میکنن برای اغذیه، اونا را میگوین چونگوز. ما میگم شکو این چیزا را از کجا میدونین؟ آقا اینقدر زحمت نکش، دستت درد نکنی. شما هم اینجوری وای نسا بر من نگاه کن. اینو ورده ببر بده به بچه ها. مال دامادان تن است؟ نه خود میبرم. پس کن خود را. بچه چجور زبل زرنگه، همجور وایستادی اینه چی دور خودت میچرخی نگاش کنی. تو داماد شکو خانمه؟ بله آقا جون، هدورا بردن برامون. دست نزار. تو هم داماد شکو خانمه؟ بله من دامادشون هستم. شما هم مثل که اون کارگر هستید که ظاهران خیلی بی‌تربیت هم هستید. این فضولی ها به تو هیچ ربط ندارد. بگیر این هندونه را بخور، هم این را بگیر بکن تو اون حلقت، بگو تهران جای بده است. ای افت و کلام داشته باش آقا. درست صحبت کن، درست صحبت. الان خیلی محترمانه دارم با تان صحبت میکنم، از اینا خیلی باید بدتر با تان صحبت بکنم. مفخورها خیلی واقعا بیادبه. حمیدی چی گفت؟ این کی بود؟ نمیدونم ولی قیافش خیلی آشنا بود. میدونی همون دماغ همون ما رفتیم پرستو بری؟ اومدم بریم. اومدم رنه. آره بایدیم که چیز موقع شوقی. آقا فرزاد دیگه سفارش نکنم و تلفن های علکی پلکی اصلا نمیخواد جواب بدی، بعدش هم در رو بروی غریبه ها باز نمی کنی. خب اگه این که نه خب بعدش هم که برای غذا به مامان سفارش کردم که دیگه خود حسابی به خودت برس دیگه، زیادم برای من دلتنگی نکن. باشه باشه چون زود برمیگم. دستمو ببین. برم اینطوری من بهت قول میدم که دلتنگی نکنم، ولی بدون پرستی کنم جای خالی تو خونه خیلی خالی. خیلی فرزاد من نمیرم، من نمیرم، نمیتونم دو، نمیتونم. پرستو بیا خودت لوس نکن. بریم خدا رفتی. خب برو برو، سفر خوبه، سفر سفر خیلی. حامد میگم که رفتن. آره چرا؟ برای چی اینجوری رفت؟ خب پرسو خوبه، خسته شد از بس شست و رفت و کار، خیلی خسته میشن خانم و بعد سفر برن. سفر خیلی براشون خوبه. گفتم با پرواز رنو خانم بره، با پروازم برگرده. من میگم این هندونه یه جور خاصی قاد شده، میخوای اینو بخوری تو؟ من اصلا از گلوم پایین نمیره پرسو که رفت دیگه، هیچی از گلوم پایین نمیره. شب نصف شبی تشنه دیگه. بیا حامد کارت دارم، یه دقیقه بیا، یه دقیقه بیا، میخوام با یه چیزی صحبت کنم. بیا. حتی فکر میکنم درست نیست حامد، اصلا درست نیست. من از اولش با ساخت و ساز توی خونه مخالف بودم. من مخالفم، من مخالفم حامد جان. حامد متوجهی دارم چی میگم؟ حواست هست؟ چی؟ نه میگم ساخت و ساز توی خونه درست نیست حامد. ببین فرض جون، به من و تو هیچ ارتباطی موضوع نداره. من و تو مستاجریم اینجا، نه صاحب خونه دوست من. نه حامد اشتباه نکن، اگر مستاجر بودیم اجاره میدادیم. ما به نوعی صابخونه ایم حامد، من رو تو صابخونه ایم. ببین من نمیدونم این یارو پسره رو یه چه دیدمش، میدونی؟ یه چه دیدم. آقا منصور سلام مادر جان، چشمی من روشن. سلام، چطوری؟ خوبی؟ خسته نباشی؟ آینده باشه. این منصور صداش کن باش کار دارم. آقا منصور پیش قدمانه شما رفتن بیرون. کجا رفت؟ رفتش بیرون، مساله کم آورده بودم، گفتم برای آجر بخره. رفته آجر استاده، آجری خراب پیش دادن. آجر دست مزنه میپوکه، خراب شده. پیش این داخته بدن، رفت عوض کنه بیایه. خب آقا شنبه یه همچین موقع هایی با همراه منصور برو. خب منصور وارد نیست که واقعا مساله چی به چیه، خودت باهاش میرفتی میخریدی. من اگه اینجا نکه کنده کاره میکردم سرم عین به بعد، من خودم میرم خرید میکنم. دست درد نکنی. سلامت باشد، امری ندارد با من. خیلی ممنون.
سلام شکو خانم. سلام، حال شما چطوره؟ خوبی؟ سلام میکنم. میگم یه دونه یه نفرتون با من بیاین بریم خرید بکنیم، من دستم بنده. با کمال میل، با کمال میل، فقط باید برم اداره. من اداره دیر شده، میدونید که منصورم همش کارتشو دارم من میذارم. آقا فرزاد، منصور چیه میگی؟ منصور خان، منصور خان ببخشید، منصور خانم که درگیر خونه سازین و من مجبورم کارهای اداره رو انجام بدم. ببخشید شما چی؟ میدونی شکو خانم، من این دستم چیزه کمی ورم داره. آها، دست شما ورم داره، نمیتونی همراه من بیای؟ دیشب اینجوری شده. درد داره، این اصلا درد داره. درد داره. واقعا تو عمرم دامادی به بیمعرفتی شما دوتا ندیدم. نزن این حرفو شکو، من الان میرم مرخصی میگیرم میام برای تو کارتون. چه کار میکنید؟ خجالت نمیکشید؟ حیا نمیکنید؟ حرمت بزرگتر این بونا نگرمه دارن؟ پنبه بر روتون بمالن؟ ها؟ آقا شنبه. نه شما خواهش میکنم، شما بذار من یک نه شما خواهش میکنم صحبت نکنم. بیا برای حکر میکنم که مادر زنت بکن، من خودم هر کاری از دستم به هر یاد دارم در انجام میدم. بفرمایید چکو خانم. دست درد نکن آقا شنبه، خیلی ممنون. خواهش میکنم. چی گفت؟ من نفهمیدم. منم نفهمیدم، مهم نیست. میدونی از چهرهش باید بفهمی که این مغزش چی میگذره و چی میخواد بگه. شماره چرا پلاستیک به دست کرد؟ نه اب نداره، سبک چیزی نیست. شماره به من بده. دست درد نکنه. مرد اگر مرد باشد، مرد اگر خیلی نر بدن داشته باشد، مرد اگر غیرت داشته باشد، نمیگذاره زن پلاستیک در دست بگیره. خب ای بابا، تمام میبره از بین بردی آقا شنبه. ببینم تو زن من داری، نامزد داری، زن داری، چی داری؟ حرفا مزنه چکو خانم. آخه بس نداری که داری خجالت میکشی. خیدق اسمت نکردم. چی؟ هیچه. آخه واقعا این دامادای من باید بیان از تو یاد بگیرن، این حجب و حیا، این مهربونی ها. این همه با من همراهی میکنی، یک دون از این دامادا نیستن که یه لیوان آب دست من بدن. چمه جوی یه چایی چیزی برای خودت. چی کار میکنی؟ پول داره چی به من بذاره؟ بابت کاری که کردم بده پول بده؟ من وظیفه خود انجام دادم، برای پول میدهید؟ خیلی خوب ببخشید، شما برکت سفره ما بودی. خیلی خوب، من شرمنده، ببخشید، معذرت میخوام آقا شنبه. پس بیا بریم تو، خستگی تو در کن، برات یه شربت یه چیز بیارم. من معذرت میخوام، ببخشید. معذرت میخوام شکو خانم، در حوالی در همسایگی اقوام دختری دم بخ سراغ نداره. دختر دم بخ برای چی؟ برای خودت میخوای؟ نه. بیا آها خوبه. دست درد نکنه. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. اینجوری با نسو منی نگاه کن. دست درد نکنه. دمت گرم که بهم کمک کردی. خیلی ممنون. بفهمی داخل. بفهم. ماجر پشت ماشین چیکار می‌کنه؟ فوزیلی تو؟ داری ساخت و ساز می‌کنی؟ ببین من اعصابم داغونه ها. با من اینجوری صحبت نکن. آره دارم ساخت و ساز می‌کنم. مثلا دارم برج می‌سازم. به تو چه؟ چیه؟ تریپیه؟ بس که الان اعصابت سر جاش نیست. الان نشون میدم اعصابی کی سر جاش نیست. چی میگی؟ آقا میخوانی؟ آقا بلم کن. مرد مازار مگه من نگفتم اعصابم داغونه؟ یه بدنیا نمیشه بخورم. برو کنی منصور خان، این کاری نکن. شما را سلامت است؟ بله آقا. صد دفعه به تو گفتم شکو، بنایی من عصبی میکنه، گوش نمیکنی. شه آخه تو چی میخوای؟ بسر خود حیف که اینا رسیدم، وگرنه میدونستم چی کارت کنم. بسر خود رو گوش بگیره، چه گوش به حرف بده نگه. دوا میکنی چه راهه؟ آقا شما تو سلامت هست؟ طورتان نشد؟ نخیر، دارم براتون، ساخت و ساز که میکنی، دست رو منم بلند میکنی، دارم براتون. تو میفهمی چی کار داری میکنی؟ میدونی کیه؟ کیه؟ میخواد هر کی باشه، که میخواد هر کی باشه، مامور شهرداری قبادیه. الان میره مامور برمه داره من یاره. این مامور شهرداری بود؟ بدبخت کردی ما را که. تو از کجای نمیشناختی که مامور شهرداریه؟ مادر جان مثلا اینکه ما تو کار کنده کاری ساخت و ساز هستیم، تیر طایفتن همه اینا رو میشناسه. حرف ما میزنید، بدبخت ما کردی، حال اشکال نداره، اینا رو کارگرا عملا رو بیرون بکنید، این مسئله جمع جور بکنید، من شبانه خود میسازم اینجا را. حالا بکش،
هم منو بدبخت کردی هم خودتو. خیلی خوبه برو تو. نه بفهمت جلو تو بفهم. در چرا بسی؟ در بس کن، بس کن. منی میبینی؟ اون لیوان من بخور دیگه. نمیره میل ندارم. چی نمیره مادر؟ چی؟ چی غذا بده؟ نه از گلوم پایین نمیره. بدون پرستو غذا از گلوم پایین نمیره. خب اگه پایین نمیره این گوش ماچه رو میتونه برده بفهم. چشت به گوش افتاده بابا. خب من اول بهش گفتم خب اینجا هستش از این گوشتای معمولی. ماچه رو من میخواستم که یه دونه دارم برده. یه کوچیک برده بیا فردونه دست درده. من نمیدونم کدوم شیر ناپاک خورده ای رفته به شهرداری خبر داده، لاپورت داده که اینا دارن بنایی میکنن. معلومه دیگه یه آدم نامردی رفته لاپورت داده. ما که خاک جلوی در نریخته بودیم. میگم منصور این خونه بخواد تموم بشه چند تا کارگر تو فکر میکنی کارتو را بندازه؟ با چند تا کارگر شکو تو سه تا کارگر به من تمام وقت بده، من دو روزه کلیدو بهت میدم. یعنی با یه کارگر روز اولش شورکاریو شروع میکنم، روز دوم با اون دو نفر صفرکاریو تموم میکنم. خب اینکه کاری نداره، پنجشنبه جمعه که تعطیله. به شنبه میگین که بیاد، این دوتا رو میگین فرزاد و حامدم بیان با شنبه کمک بکنن سریع سویتو بسازن تموم بشه بره دیگه. ای نداره حامد جان، بی خودم با من جر و بحث نکنین. غذای این پسر شنبه رو برداریم ببریم بدین. تموم شده رفت. بابا نمیشه جدی گفت اینا رو؟ خیلی هم جدی گفت. آخه من پوست دستم حساسه منصور کن. من از بچگی به گچ و اوسیمان دست میزدم دستم پوست پوست میشد. عادت میکنیم یه ذره کار کنی کلوف میشه پوست. نگاری نازنین، نگاری نازنین، یک دم پهلویم نشین، یک دم پهلویم نشین. ایاری من دلداری من، ایاری من دلداری من. آی عزیزی نازنین، آی عزیزی نازنین، یک دم بیا پیشم بشین یک دم. الان داری کار میکنی شما دیگه؟ مثلا چه کار میکنم؟ کار میکنم دیگه، کار خود میکنم. انسان ندیده کار بکنم؟ چرا این نهارتو آوردم بخور بعد کارتو بکن. این برا منه؟ بله. شما نمیخورید؟ نخیر. بفرما. میدونی؟ من خیلی دارم فکر میکنم که تو رو من یه جا دیدم. شرط میبندم من تو رو یه جا دیدم. شرط بنده کار خوب نیست. شما نان بازو بخور. ولی با این حال من تو رو یه جا دیدم. میدونی؟ اصلا بخند یه ذره. ببین تو دقیقا شبیه اون آدمی هستی که من سالها پیش دیدمش. شبیه اون آدمی که من واقعا ازش متنفر بودم. یعنی یک آدم کریه المنظری بود. میدونی؟ آدمی بود که همیشه از خدا میخوام که هر جا هستش به زمین گرم بکوبتش، لهش کنه. واقعا اینقدر آدم منفور بدی بود. اسمش هم نظیر بود. البته ببخشید ولی خیلی شبیه شما بود. ببینم این رفیق شما هموطنی ما بود؟ یعنی بچه کابل افغانستان بود؟ نه 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 ایرانی بود. اگه افغانی بود که میشد خود شما. ببینم اسم شما چیه؟ ما را در افغانستان نظیر شنبه صدا میکنه. نظیر شنبه؟ ببینم نظیر شنبه یعنی تو الان تو آخه اون که افغانی نبود. یعنی تو همون نظیر شنبه خودتو جای افغانی ها جا زدی نه؟ ای کلک، ای نامرد. فکر کردی من تو رو نشناختم؟
از همه روز اول دانستم. تو چهارشنبه ای؟ آه من چهارشنبه هم. تو نظیر شنبه ای؟ دلتنگت شدم. من بیشتر دلتنگت شدم. اینجا چه کار میکنی؟ کار نمیکنم. داخل خانه من؟ زوجه اختیار کردی؟ آه زوجه اختیار کردم. دوشنبه چی خبر؟ دوشنبه داخل دبی سر کار رفته، یک کاری برای سه‌شنبه جور کرده، داخل دبی کار میکند. تو اینجا چه کار میکنی؟ کار میکنم. تو مگر افغانی هستی که اینجوری با این لباس تغییر قیافه دادی؟ تو مگر خواننده ای که این گونه صحبت نکردی؟ ها مگر آواز خانم خواننده ام؟ به خاطر که داخل وجودم یک استعدادی بوده. بره به یک کارت تو برو به یک کارت. من استعداد شگرفی داشتم خوانندگی، فقط اینجا آبروداری کنیم. من داخل خانه اگر بفهمند که من یکی دیگر بودم و یکی دیگر شدم بسیار بد می شود و گردنت را قلفتین می برم. این را آویزه و داخل گوشت فرو کن. حالا بیا یک بار دیگر بغلت کنم، من بسیار دلتنگت می دم. یا داخل برویم کمی گپ بزنیم. دوشنبه دوی ساکنه؟ ها این کار را برای سه‌شنبه جور کن. برو به داخل. همسر به خانه نداری؟ همسر رفته سر کار داخل میدان هوایی است. خب بیا یک دقیقه اینجا بنشین. این حالا اینه؟ آه شنبه؟ آه من یک کاری، یک حرفی دیگری بر تو بخواهم بزنم. آه نکن دار. ای شنبه؟ ها بر کسی چیزی گفتی از من؟ نه نه، اگر گفتی بر من بگو. چیزی من گفتم؟ من که خود تو را هم نگفتم، تو خود گیر دادی. اینجا را از کجا پیدا کردی؟ من که خود پیدا نکردم، کنار میدان نشسته بودم، یک نفر اومد پرسید گفت کار میکنی؟ گفتم ها کار میکنم. گفت چه کار میکنی؟ گفتم کار میکنم. سوار میتر کرد مرا آورد اینجا. پس خودت را چرا به این شکل را آوردی؟ چه شکلی در آوردن؟ این ریخته کردم من خود را؟ کارگر ایرانی که کار نمیدن، میگن کارگر افغانه خوب کار میکند. ما خود را افغانه کردیم. تو خود چرا به این ریخته را آوردی؟ تو گلوکاره ای؟ خواننده ای؟ چه کاره ای کار کردی؟ من یک گلوکاره و آواز خانم. نه واقعا اینا یک دختر به تو دادن؟ لیاقتشو داشتم. اینا جهیزیه دختر هست؟ اینا اینجا ریخته؟ همش که نه، یک ظرف شیرینی که داخل روی میزه مال منه. پنبه به رو ختمه مولم. شنبه ها؟ من یک پولی داخل جیبت میگذارم، از داخل خانه من به بیرون برو، گم شو. پس به روخت من میکشی؟ پول مرا مدهی؟ من پول تو را چه خواهم؟ من از وقتی که وارد اینجا شدم یک نگاه به تو کردم، گفتم نظر این خانه خانه یتوست. من داخل این خانه زحمت کشیدم، رویا دارم. شنبه من یک پولی داخل جیبت میذارم، از اینجا برو. حامد من تو را گویم اینا دیگر دختر ندارم. نه یه دختر مانده بود، هفته پیش شوهر کرد رفت به خانه بخت. اکتف بگوره این شانس، یک هفته تاخیر فقط کردم. تریپی نه، من خود یک کار میکنم. چرا این گونه مرا رخ مندازی؟ آخه تو را که نظاره میکنم یاد گذشته چرک و زشتم میافته. یکار چه یکار درست بازی بکن دیگر داره بازی میکنم دیگر درست بازی میکنم دیگر درست بازی میکنم دیگر درست بازی میکنم دیگر درست بازی میکنم یک بار دیگر بازی کنیم درست بازی میکنیم یک بار درست بازی میکنیم مثل آدم. ولی روزگاری با هم گذراندیم، من جان بر تو ویل میکردم. هر کراچی را خیس نکردید، خوش درد نمیایید. چهارشنبه تو به یک غیرنگ بازی. من آخر انتقام را میگیرم. چهارشنبه
چهارشنبه بی جان خودت من به آقای مدیر نگفتم تو از دیوار مدرسه تو آمدی میرق میکنی تحمل کن تحمل کن تلافی میکنم آقای مدیر ما به انگوشت نزنید بیشتر درد میگیره بدنی ای توف بر این جانی که بر ون ول میکردی شنبه ها چهارشنبه من یک سوال از تو دارم ها تو این کار را کردی یا نه من این کار نکردم تو این کار را کردی؟ من این کار نکردم تو بودی این کار را کردی؟ من هیچ این کار نکردم تو این کار را کردی؟ من این کار نکردم تو این کار را کردی؟ کردم که کردم با تو این کار دنیا دیگه مثل تو نداره نداره نمیتونه بیاره هیچ که مثل تو نمیتونه نمیتونه دادرم و بیدنگاره نداره دنیا دیگه از بازداشتگاه که ویل شدیم من هرچه سراغ تو را گرفتم هیچ کس سراغ تو را نداشت کجا رفتی تو؟ میدانی؟ من آن روز از داخل بازداشتگاه فرار کردم من تمام زندگیم را به خاطر تو رها کردم میفهمی؟ به خاطر من؟ من که تو را دوست میداشتم من جان بر تو ویل میکردم ما نان و نمکی هم خورده بودیم هم خدمتی هم بودیم شنبه؟ ها چهارشنبه یک قول بر من میدهی؟ ها میدهم تو را قول بده هیچ کس نداند من با تو دوست هستم ها کسی نداند که من چه کاره بودم که بودم و آوازخوان نبودم ها من تو را قول میدهم قول میدهی؟ ها تو هم یک قول به من میدهی؟ ها قول میدهم هیچ کس نداند که من یک افغانه نیستم آه من قول میدم قول میدهی؟ قول میدم این چه وضعیه؟ من بهت گفتم بیا کمک همچه باید شده بعدی نگاه میکنه نظارت میکنم من نظارت میکنم خوبه اتفاقا نظارت میکنم من اصلا درست نیست آیه جمالی ما کارمندای عالی رتبه یه شرکت تو مرغ و تخم و مرغیم کارمندیم کار... من... خیلی دلت بخواد که بنا باشی کارمندیم کارمندیم الان بنا وضعشون بهتر از کارمند اون بله ولی خب من به خاطر احترام اداره عرض میکنم من رئیس ادارم آیه رئیسی که نه... رئیسی تو اداره رئیسی اینجا برای من یه بنا بیشتر نیستی برو او استانبولی برده بیای ملات بریزم ببرم بده بابا با نسته بجا استانبولی بده بینا استانبولی آگه استانبولی کدومه استانبولی کدومه استانبولی چیه قربان بابا اون یه استانبولی جلوی چشته که بذار اینجا من ملات بریزم منتظر ملات هم اجازه بفرمید الان من کمکتون کجا بذارم قربان این بسر خوبه نازی علنگوهات این موقع نشکنه آقا علنگوهات نشکنه نه من کچل بار ترم بیده بابا اینو بیا مرده ببنم کچل بیا ملات رو ببنم منتظرم یواش بریز مرده ببنم ببینم ببین آخه کچلوار تنم درست نیست من برم لاقل یه لباس شوکو خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب رفتم برو ببینم برو من گذرم مرد ببر ببینم اجازه بفرمایید خارمندی شنبه من یک موضوعی را میخوام با تو مطرح کنم گوش کن من نزد خانواده یک مسخره بسیار معروف و خوب هستم که داخل خانواده پوز میدم و خاندانم خوشحال میشوند و جامعه خواهش میکنم صحبتی از این لحجه و این چیزهایی که بین خودمان هست نکنم مهده شسید اینجا چی دارید به هم تو الان یک ساعت رفتی عیز من اینو بیاری خب بزنید حامید بگی کمر کمرش شکست بذار اونجا برو اونو برد و ببر یعنی چی ببر حامید نوبتیه مگه قرار شده همکاری کنیم یه بار من یه بار تو عزیز من ما داریم زحمت میکشیم اینو ببر دیگه ببین استاد چی میگه خیلی خوب من به اوسا کمک میکنم نظارت میکنم قشنگ صاف میگید که صاف کن اوسا من اینجا مراقبم اولا من یک چیز به شما بگویم اولا من استاد نیستم یک کارگر ساده دوم این کار تخصصی است ملات بر مال نهادن کار تخصصی است حامد خبر... تخصص دارد تو ببر این را پر کن استانبولی خب راست میگوید خب راست میگه ببین حامد نه ببین خب داری راست میگه دیگه تو هم برو کارتو انجام بده حامد صحبتی نکن با اینا حامد داری هم صحبتی میکنی حواس هم کچلوارم حواس هم از اون رو برده ببر کارو تموم کنم کچلوار دادی
فکر کردی من چارپایم نه میفهمم که چلوار برشیده از زیر کار در میری؟ چه تا صحبت کردن حامد؟ این داره توهین میکنه. ببین عزیز من نه حرف نزن حامد، من تکلیفم رو با شما دوتا هم صحبت روشن میکنم. هر کار میخوای بکنه هیچ کار نمیتونه بکنه. حامد دیده چگونه در پشتت در آمده؟ آه نگریستم. خب یک ساعت داری دیوان رو میمالی، یک مال بکش تولی از بالا تا پایین کار تمام شده دیگه. مسخره چه کار میکنی؟ آمد ها؟ نمیدانم، هر چقدر سعی میکنم لیفتشتم باز کار از سویبیت داره تمام نشد. مگر کار قرار تمام نشود، این کار رو باید تمام کنی. کار رو تمام کنم سویبیت تمام شد، من باید خانه رو بدرود کنم. ببین شنبه، من یک نصیحتی بر تو وارد میکنم، این نصیحت مرا گوش کن. من داخل این خانه کسی حرفای مرا گوش نمیکند. میدانی چه میگویم؟ کار خودت را انجام بده، کارت را انجام بده، پولت را بگیر، از این داخل این خانه برو بیرون. از داخل این خانه برو بیرون؟ ها؟ من اگر از داخل این خانه برم بیرون نظیر شنبه نیستم. حالا با من گوش بگیر، ببین چه ترا گویم. میره استانبولی پور میکنه میآوره، من اینجا تحمل ریخت قیافت ندارم. با حضورت نمیتونم کار بکنم، برو بیرون. اگه یک بار دیگه سر من جیب بزنی گردنت را خیل میکنم. کسافت، من با تو شوخی ندارم. مرا فوش میدی، مرا فوش میدی شکو خانم مادر جم امره داره فوش میده. صدایت را خفه کن، صدایت را خفه کن، برو بیرون از این شوخی کاری ها مبید. شکو خانم مرد حسابی دست پسرتو میگرفتی میبردیش یه جا دکتر نشونش میدادی. شکو خانم ببخشید، شما ازش کار میکشی، من ببرمش دکتر؟ پدر جان زشته دعوا نکنید، من کمک نمیخوام. مادر رو ببر. چی رو کمک نمیخوای؟ اینا باید خرج درمون تو بدن. ای عرفی، اینا میبینی چیه؟ اینا اصلا داماد نمیخوان، عمله میخوان. آره آقا فرخ تون نرو ها، صدای منم در نزه، بذار راحت بگیرم بشینم. سلام. سلام مادر. سلام برای شما. بد نبود جای شما خالی. خوبی پرستو؟ پرستو فردو چطه؟ این کمر برام نبود. چه شده؟ مادر جون چرا شلوغش میکنی؟ ای بابا تیر سمی که نخورده که، رگ باش گرفته. چیشی رگی باش گرفته؟ این سیاتیکشه، این باید بچه هم درمون بشه. دست داره میره. یه روز نبودم با شوهرم، چه کردی؟ ای گل من نازنین دل برم، اینا نک شکچش مرده یا مارا این گونه شد به تو ای دل برم. گچو چرا داری افمل میکنی بابا؟ اینا رو من پول دادم، با چی گچ داری میمالونی؟ این بشکسته است. بشکسته است؟ چجوری شکسته؟ یک سنگ یک تونی افتاد برای پام، از بست هفت جا شکست خورده. ببینم اینجا سنگ یه تونی کجا بوده؟ نمیدانم. از کجا حالا شمردی تو بیس هفت جا؟ دست بزن، حالت نمیشه بگم از بست هفت جا شکست برداشته ایمون. خیلی خوب بابا، خیلی خوب. پاشو ببریم بیمارستان نشونت بدم اینم چی شده. پاشو پاشو بریم بیمارستان. خیلی خوب. برای منم فیلم بازی نکنه، من خودم کارگر بودم و همه این فیلم ها رو بلدم. پاشو ببریم بیمارستان ببینیم چی شده. پاشو مرا شفاخانه میخوای ببری؟ باشد مرا ببر، اشکال ندارد. فقط آنجا اگر تو را گفتند کارگر اوقانه بدون کارت آورده، مرا هیچ ربطی ندارد. اگر از طرف شهرداری آمدن گفتن اینجا ساخت و ساز میکرده بدون مجوز، مرا هیچ ربط ندارد. اگر از طرف سازمان حمایت از اتباع بی سرپرست آمدن گفتن 20 میلیون پیسه باید غرامت بده، مرا هیچ ربط ندارد. همین الان یک موتر تلفنه میگیری زنگ بزنید، ارجانسی آژانسی هرچی گفتی زنگ بزنید، مرا همین الان منتقل میکنی بی برا ببر شفاخانه. یالا برا ببر شفاخانه. آخه میدونی چی؟ سب کن اینجا که بیمارستان این دورو برا هیچ نداره. بذار همین گچ رو روش بزنم، تو که درد نداری. چه درد نداری؟ مرد کنگو یه من اینجا بایم این شکسته. بذار همینجا من به مالونم گرنم درست میشه. من خواهم، من رو بیر کن. نمیفهمم این کیه دیگه بابا؟ من که دست نزدم که، من دارم یه ذره گچ میزنم. اینقدر شلوغ شد. دستم خم بزنی؟ من میخوام دست بزنی مرا.
لنگ من شکسته یه شکو 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 مرا صدا میکنی شکو صدا میزنی برات دارم حالا سب همینجا بگه بشین اصلا بلند شو من اینجا نمیخوام بندایی بکنی باشو برو خونت بابا بلند شو بلند شو نخواستم بلند شو خودم اینجا رو ردیف میکنم بلند شو برو خونت بابا این لنگ بیش مرا با این لنگ بیشکسته میخوایی از خانه بیرون کنی من قریب را ای ظالم ای ظالم مرا میخوای من این مظلوم بخوای از این خانه بیرون کنی من طولی درمان میگیرم من تا لینگم مثل روز اول نشم من از این خانه بیرون نمیرم شکو خانم مادر جان مادر خب بابا سر کن بشین شکو رسی دا بزن یالا شکو خانم رسی دا بزن بگی بشینم اینجا شکو شکو خانم بیا تماشا کن بیا که از این آقا تعریف میکنی بیا ببین چه جونوری از آب در اومده شکو چه خبرت منصور؟ چیه باز اول صبحی خونه رو گذاشتی رو سرت؟ چیه؟ چیه؟ چی می‌خواستی بشه؟ این پسره چی اسمش؟ شنبه یک شنبه؟ چه میدونم چی اسمشه؟ تو حیاط یک شلوغ بازی در آورده. هی بهت گفتم به این رو نده. این پر روه. گوش نمی‌کنی دیگه. کار کرده. تعریف کن. کار کرده. اینجوری نکن. چی کار کرده خانم؟ می‌خواد از دست من تو شکایت کنه. شکایت چی؟ شکایت چی؟ به سلام عرض کردم شکو خانم. سلام شنبه پاد چی شده خدا من مرگم بده از بست هفت منطقه شکست خوردم من اصلا موندم این از کجا فهمیده 27 جاش شکسته ببین دیدی چیزی ضربه پنالی زد منو چیکار کردم متی رو من آمدم از شما خداحافظی کنم بدرود کنم شما رو کجا آقا شنبه برای چی آخه بلش کن اینو ببین شکو تو حیات یک حرفایی میزد یک صحبتایی میکرد بگو دیگه من کار به کار این ندارم من پایم بشکست است خب بشکست است برای شما بشکست است فدا سریتان از 27 منطقه بشکست است از 100 جا بشکند حادثه در هر کاری هست دندم نرم گوشم باز کنم چشم باز بکنم سنگ یک تونیر بپام بر روی پام نیافتد لنگیم قلم شد عجب پر رو ببینم اگر امر ندارید مرا سب کن ام دارم ببینم تو حیات تو نگفتی میخوایی شکایت کنی از ما من نه پول میخوام بچکو به جون وعید به جون وعید بو به من گفت میخوام شکایت کنم من نه پول میخوام نه دستمزد میخوام هیچ نمیخوام من رفت زحمت من شما را شکایت بکنم من در زندگی از که شکایت کردم که از شما شکایت بکنم من هیچ شکایت ندارم خودتو ناراحت نکن شنبه خودتو ناراحت نکن شکو باور کنی از اون حرف خطا هست من تو رو میشناسم بس دیگه معرفت از اون خوزت بردار کمرت درد میگیره عزیزم آخه با کارگر اینجوری برخورد میکنه منصور جگرم خون شد برای پاش حالا بزرگتری یه چیزی بهت گفته قهر نکن سرت بنداز برو پایین منصور اصلا هیچی تو دلش نیست اصلا ابدا بیا بخوابونش همینجا مثل که طلبکارم شدیم به آقا یواش همینجا بخوابونش خانم اینجا که جای منه من کجا باید بخوابم منصور جان جای شما اینجا نیست جای شما اون بره یواش بابا این 27 منطقه پاش شکسته 27 چیز بیزی لازم نداری نه مادر جان من هر وقت خود بشم خود میفهمم خیلی خوب خود میفهمی ببینم این 27 منطقه دونه دونه خوب میشه یا یه جا خوب میشه مادر جان من این خاری خفت نمتونم تحمل بکنم من از روز ازل دستیم به زانوی خود بودم هیچ وقت زیر بار منت کس نرفتم الان هم نمیتونم زیر بار منت این بیرم بذارید من از این خانه برم بیرون من یک غریبه بهش نیستم یک کارگر آقانیه بدون کار بذارید من از این خانه برم نه من اینجا نمیمانم راحت باش ببین باز داری خر میکنی جای پای من شکسته است من اینجا نمیمانم من نمیمونم بخشین بخواب ببینم من اصلا نمیدونم نمیفهمم مریضه عزیز من میگم مریضه خانوم میگم من نمیفهمم این از کجا میدونه 27 منطقه شکسته من اینی شو که نمیگه بابا پام برم داره ببین دیگه ببینم یکی با وحید خود تو قربت این کارا رو بکنه خوشت میاد نکن دیگه قصر بذاری نذار وحید مثال میزنی ببین آقا شنبه یه اینقدر اگه بگی با وحید من فرق میکنی اصلا ابدا اینجا خونه خودته تا زمانی که خوب نشدی چه خوب بشی چه خوب نشی همینجا باید بمونی
کارش من میگم آقا منصور برو یه خود برای این گوشت مشتی جوجه چیزی کباب کن برد بیاریم بونیه نداریم برد خانم اینکه مریض نیستش که باش دیگه سوپ آش آخ نگاه کن تو ای بابا خیلی خوب چنجه دوست داری یا جوجه؟ یک خط در میان باشد یک خط چنجه یک خط جوجه جوجه به کباب بختیاری میخواد فلفل سبزم بذاریم با قرمز خوشگل بشه حالا دیگه هر چی دوست داره براش درست کن خیلی خوب میری راحت باش استراحت بکن آقا شنبا خوب بشی زودتر بفرمایید به تمری ببینم تلفن ما کی زنگ میزنه ایرا کجا میبری ایرا کجا میبری من میخوام سرودا گوش بده ولکم میگم میگم سرودا هیچ رادیو نداری انگار هتل اینجا برای من میخوام سرودا گوش نمی گویم بس تره بخوانه برای برای هیچ کس هم ندارد به خانه من تهدید کنه.